من این نقشه آبادیه، سرمشق هر روزه ما زن زندگی آزادیه. با من و همراه منی تو کوچه های انقلاب، تو فصل فریاد زدن ترانه های بی‌حجاب. چوب الف بر سر ما بود و به دست ما شکست، تو شعله خشم و خروش سوخت و به خاکستر نشست. قدس من و آه منی تو دل رگبار جنون، میون اشکاور و دود رو تن خاک قبلمون. حق شده اسم من و تو رو در و دیوار قفس، روی درخچه های داد قدم قدم نفس نفس. آقای سیاوش اوستا چه مطالبی برای این برنامه تدارک دیدن، مثل همیشه غبراق و سرحال با لبهای خندان در دهان برنامه حضور پیدا کردن. بفرمایید آقای اوستای عزیز. درود بر شما استاد چرخه عزیز، درود دارم به بردر مهندس شجره کارگردان برنامه های شهرتی و همه مهمانجران که نشستن ما رو میبینن. برای همه آرزوی روز شب خوشی دارم. استاد شرفشاهی امشب به یک یا امروز چون امشب ماست داری از این صدای اوستا، آقای اوستا کمه کوتاه. بله بفرمی. بله عرض کنم خدمتون که دو نکته مهم میخوایم امشب بپردازیم، امروز بپردازیم، که اساسی است و مهمانیاران بایستی بهش دقت و توجه کنن. ولی پیش از هر چیز میخوایم یادی کنیم از یک هنرمند بزرگ و نازنین و اوستایی که از جهان رفت، فردوس کاویانی عزیزم. فردوس کاویانی عزیز در 82 سالگی با ما خداحافظی کرد، همچنان که جمشید رضایی هنرمند نازنینمونم در لندن رفت و برهاشون خیلی خالی است. در گذشته این دو یار نازنین استاد چرفشایی در 48 ساعت اخیر یک تحولات جدیدی رو در ذهن من به وجود آورد که ذهن من، ذهن مردم ایران، ذهن تاریخ ایران، ذهن همه ما و شما درش سهیم هست. نخست این که با درگذشت جمشید رضایی مسائلی در رابطه با استاد اکبر گلپایگانی پدید آمد که به عرض می رسونم امشب، و با رفتن فردوس کاویانی یک بار دیگه مردم سرزمین ایران اهورایی نشون دادن که این نازنین که امروز در آرامستان زرتشتیان تهران قصر فیروز به خاک سپرده شد، همه مهمانیارانی که اونجا شرکت کرده بودن، استاد چندین عکس برای ما فرستادن، شما دو تا ویدیو دارید که یکی از ویدیوها مال همین آیین هست، عکسایی هست ازش، که همه همونطور که خواست شما بود، خواست همه مردم آزاده و دلیر و سلحشورمون بود، افرای که شهبانو برای هران سال هاست این کاری میکنن. ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمیپوشیم. همه سپید جامعه بدرود گفتن با فردوس کاویانی عزیزمون، هنرمندی که تقریبا استاد شرفشاهی بیش از 70 فیلم و سریال و تئاتر بازی کرده بود و مردم سرزمین ما باهاش خاطرات بسیار خوبی دارن. نمیدونم فیلمش اگر آمادهش 30 ثانیه است، فیلم آرامستان زرتشتیان بتونیم ببینیم. کارگردان گرامی آقای شهرتی کشترم و این مال گلپاسی، این یکی نه، این اون یکی دیگه، یکی دیگه هم دارید که کوتاه‌تره، مال گلپا رو بعدش، بعد همین. ببینید ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمیپوشیم. استاد چرفشاهی همونطور که خواست شما بوده، بارها تو برنامه اعلام کردیم، فردوس کاویانی رو این گونه باش بدرود کردن، همه سپید پوش و همه اهورایی. عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. و سپید جامعه بدرود گفتن با
فردوس کاویانی عزیزم، دوستان بسیاری از ایران با من در تماس بودن، اساتید بزرگ هنر و موسیقی ایران این خبر به من دادن و گفتن که همه بر این عقیده بودن که مردم ایران با سپید پوشی در سوپیاران به ویژه امروز و موسیقی نهادن بر مزار آنها تودهنی بزرگی به نظام تازی حاکم بر ایران زدن. حالا این تودهنی بزرگی رو که زدن استاد چرفشایی، من میخوام یک مورد بسیار مهمی رو در رابطه با استاد اکبر گلپا مطرح کنم امشب، و چون با دوستان بسیاری در ایران صحبت کردم، هم هنرمندان عزیز، و چون این یک مسئله است که تقریبا 30-40 سال ادامه داره و تا حالا در موردش کسی صحبت نکرده، من میخوام این امشب اینجا باز کنم که همه ما از این مطلب و مسئله آگاه بشیم. نخست این که استاد چرفشایی در چند هفته اول انقلاب و یا شاید در چند هفته و ماه نخست انقلاب سیاهی که در ایران پدید آمد، و من اون موقع خب جوانی بودم یا نوجوانی بودم و افتخاری داشتم که سریع یک روزنامه رو در بیارم، امتیاز شو بگیرم و خیره، روزنامه تند و رادیکالی داشتیم که روحانیت رو شدیداً زیر فشار و سرکوب و علمی و منطقی روحانیت زیر فشار می آوردن من در ارشاد در مشهد. این ها از همون روزهای نخست توطئه ریختم که ترتیب ما رو بدن، ولی با گونه های دیگه. اون بود که دخترهایی رو به دفتر من می فرستادن در مشهد که این دخترها دخترهای جوان و زیبا و شخصیت دار مشهدی بودن که من با این دختر برم بیرون وقتی ترتیب می چه دفترم تو ماشین بشینم برم بیرون ما رو بگیرن و خلاصه پرستو بازی. این است که من با مهر یزدان پاک به این تله هرگز نیفتادم و از همون موقع من دو نکته رو فهمیدم استاد چرفشایی. از همون موقع، از 42 سال پیش، 43 سال پیش، یک فهمیدم که اینها از زن دارن به عنوان ابزار استفاده میکنن، همون روزای نخست انقلاب سیاه. دومی که من فهمیدم که اینها اون موقع هنوز کمیته های انقلاب بود و سپاه پاسداران تشکیل نشده بود، من دیدم که این کمیته های انقلاب که 2-3 ماه شروع کردن به کار چقدر ورزیده و حرفه‌ای و جاسوس بازی رو بلدن، شیوه های سرویس های آژانس های اطلاعاتی دنیا مثل کاژبه اینا رو بلدن و اونجوری دارن عمل میکنن، که چون این کار کاژبه بود یعنی، ولی در روسیه و بعدها البته سالها بعد فیلمی ساخته شد به نام چوغک به مشهدی گنجش، یعنی گنجش، و این دخترهای زیبا که میرفتن تو رخت خواب آدم های با شخصیت و نفوذدار و سیاسی یا کسایی که در فردا جامعه نقش داشتن و اون رسم اینا رو گذاشته به گنجش و ما به مشهدی میگیم چوغک. از همون سالها من حتی هنوز ایران که بودم در روزنامه خراسان مطلبی نوشتم پرستوها به آغوش شما میآیند، مواظب باش، چون همین کارو با خود من کردم. بارها اتفاق میافتاد که دکتر خیلی خوب، دکتر دکتر باباش دکتر تو شهر، باباش فلانه، این با دوست پسرش که میگرفتنش بودن ها ببینید اینها یه جوری هم استفاده کرده و میکنن راست تا چرفی، یعنی لازم نیست تو کلاس آموزش به اینا بدن مثل روسیه و سرویس اطلاعاتی دیگه، نه، دخترای بدبخت بیگناه رو اون موقع میگرفتن، آه تو با این پسره بودی، میریم الان به بابات میگی، بابات بهت بر نمیخواد، خیلی خوب باید بر ما کار کنی، چه کار کنی؟ میری یک هفته پیش سیاوش اوستا هر روز تو دفترت میشینی، باهاش میای بیرون، سوار ماشینش میشی، تا تو خیابونی رو بگیریمش ترتیب شو بدی. و با یزدان پاک ما در این تله نیفتادیم، ولی پرستور از همونجا شناختم، و دو که دیدم اینا با سرویس های اطلاعاتی دنیا یعنی دارن پیششون آموزش میبینن، همین که خامنه ای و این ارتجاع سیاه و سرخ پادشاه میگفت اشاره میکرد، همین هست که انگلیس و روس اینا با هم متحد بودن و اینتلیجنس سرویس و مسکو اصلا روز اول اینها آموزش میدادن اینا رو. من هفته پیش عرض کردم مصرفی وزیر اطلاعات حرفای جالبی زده رو وزارت اطلاعات دنیا و وزارت اطلاعات خودشون که داره میگه که یعنی ما از همینا درس گرفت. حالا این شیوه پرستو در لانه همه فرستادن تا الان که من با شما دارم صحبت میکنم استاد چرفشایی یکی از حربه های بزرگ جمهوری اسلامی که حتی بعضی ها امکان داره که از کنم خدمتتون جدیدن هم نرفته باشن در رخت خواب فرد، همون هایی که از قبل بودند را اینها به گونه هایی با ترس، با وحشت، با اینکه
تو به پول میرسی به چه میرسی در استخدام خودشون گرفتن، به گونه‌ای که من نمونه های واضح دارم به شما عرض کنم. نمونه های واضح اون این که در هنگامه هایی که میخوان اینها طرف رو سربنیستش میکنن، طرف رو سربنیستش میکنن و بعد یه جنجال جهانی یا تو ایران راه میندازن که مثلا فلانی مرد، چون محبوبه افکار رو به جای دیگه منحرف میکنن. درست مثل همین جریانی که الان امسال که سالگرد مهسا عزیز و تمامی شهیدان و جانباختگان این جنبش بود، ما دیدیم اینا 4-5 تا مطلب فرعی آفریدن که ذهنها رو منحرف کنن. آخرینش این مسابقه الاتحاد هست با سپاهان اصفهان، این آخرینش استاد شرف، اینا هم بازی خودشون ساخت میسازن تا ذهن ماها رو به بازی بگیرن. چون میدونید که همین مسابقه اخیری که الان همه خبر شده مون این شدی چی بود، اینا تمریناشونو زیر تندیس قاسم سلیمانی انجام دادن، فیلماش هست، تمریناشونو انجام دادن، حتی فیلمایی هست که چند نفر میرن پیش قاسم سلیمانی تندیسه یک سلامی هم میدن. اصلا این الاتحاد روز بعد که استادیوم پره، یعنی پر تماشاچی استادیوم، جای خالی وجود نداره، اونجاست که اینها میان و چه میکنن، میگن فلان اینجاست ما بریم بیرون. این جنجال میآفرینه، رژیم از این جنجال آفرینی ها زیاد میکنه تا ازش بهره ببره. حالا یکی از جنجال آفرینی های دیگه این هست که افرادی رو که من مثلا در جریانم، یک سری افرادی رو من به شما اسم میتونم بیارم استاد شرفی، اسمشون رو بگم، مثل فرهاد خواننده عزیزم، فرهادی که دیگه با ما نیست، فرهاد اومد پاریس، گفت هوستا من اومدم پاریس بمیرم، بدنم سوزانده بشه، دفن بشه، چی دفن نشه، سوزانده بشه. ولی فرهاد تا رسید اینجا بعد از دنیا رفت، ما با اسفندیار منفردزاده نشسته بودیم تو دفتریم که بریم پرلاشز برای سوزاندن اینو، بچه های دیگه هم اومده بودن، یهو دیدم از پرلاشز، گورستان پرلاشز در پاریس، به من زنگ زدن آقا این جسد بردن. گفتم کی برد؟ خب از سفارت اومدم بردم. من به سفارت زنگ دادم، فحش اول آخر، گفتم با ما کسی نفرستادیم اینا. بعد فهمیدم یک وکیلی که مستقل کار میکرده از تهران جمهوری اسلامی استخدام میکنه، اینا پیکر فرهاد رو دزدیدن که ما نسوزنیم، بردم یک قبرستانی گمنام پخشش چیز دفنش کردن. همین اتفاق برای سیاوش بشیری عزیزم افتاد که شما خوب میشناختیدش، برای استاد امان منطقی عزیزم افتاد که شما خوب میشناختیدش، برای عزت الله بهادری افتاد، برای عباس کیارستمی این اتفاق افتاد. اینا همه اومدن، عباس به من گفت در بیمارستانی که بود، گفت بهتون قبلا گفتم با هواپیمای یکی از سینماگران فرانسوی من بهش صحبت کردم، رفیق عباس کیارستمی بود، در تهران بدن نیمه جانش آورد اینجا که اینجا بمیره بسوزوننش، ولی اون رو از ما دزدیدن و حتی از تهران یک اکیپی اومد اینجا اینو بردن، حتی به منم تلفن کردن گفتم شما بیخود میکنید ببرید، گفتن آقا ما به رئیس جمهور فرانسه هم زنگ زدیم یه پیام ازش گرفتیم میخوایم بریم. حالا استاد شرفجایی، این نزدیکان این افراد، نزدیکان که میگم این نزدیکان نقش بسیار مهمی در این داشتن که به وصیت این عزیزانی که چند تا رو من نام بردم، که از جمله همه اینها به استثنا که من نام بردم خواسته بودن که سیاوش اوستا اقدام بکنه در رابطه با سوزاندنشون و غیره، اینها توسط نزدیکان اینها پیکرها رو دزدیدن، درها رو بستن، چه کردن. حالا اینه که من میخوام به شما بگم، مسئله چون مربوط میشه به رفیقم، رفیق ملت ایران، 80 میلیون ملت ایران ایشون رو دوست داره، میپرسته، اکبر گلپایگانی است، هنجر طلایی. هنجر طلایی رو مدتی پنهان کردن و در قرنطینه نهادن به صرف اینکه ایشون مریض هست و نمیتونه، نمیخواد کسی ببینه. اینا دروغه. اکبر گلپایگانی تا همین چند روز پیش با من صحبت میکرد، تا همین چند روز پیش که با افراد زیادی، اسمشون رو من نمیخوام بیارم، هنرمندان درجه یک، من توی چند روز تحقیق کردم صحبت کرده، به همشون گفته آقا بیاین خونه من ببینم بهتون، و همه گفته شما بیاین خونه من ببینم بهتون، ولی ایشون رو در تحریم قرار دادن و در قرنطینه و آماده مرگش میکنن. یعنی هدفشون اینه که در دهم بهمن ماه که زادروز این هنجر طلایی بزرگ هست، پیش یا پس از اون جنجال نو بیافرینن با عزیز من، عشق من، ماه من، مهر من، اکبر گلپا. به همین خاطر پیش از اینکه این اتفاق بیفته، من میخوام یه مطلبی رو بگم.
پیش از اینکه بخوام این مطلب بسیار مهمی رو بگم، بچه‌ها گوش کنید، به ترانه ای از گلپا گوش کنید که ایشون با این که بیمار بود هر سال یک بار توی سالهای یک ترانه خوند. از رفتن این نظام، از نفرتش از این رژیم گفت که این یکیش بود که میگه دیگه این آخر کاره، نظام رو میگه این آخر کاره. اینو گوش کنیم، بعد من برگردم اون مطلب مهمی رو که میخوام با آگاهی شما عزیزان برسونم و برسونم. گوش میکنم. دسته ها گل نهادن، دسته ها گل نهادن، بر مزار من چه سود. در زمان بودنم، در زمان بودنم، یک شاخ گل دستم بده، دیگه این آخر کار. دیگه این آخر کار. آخرین سوت قطار. هنوزم یکی پیاده، هنوزم یکی سوار. دیگه این آخر کار، دیگه این آخر کار، آخرین فرصت مونده، آخرین فرصت مونده برای دیدن یار. زندگی تعارف نداره، دیگه این آخر کار. زندگی زندگی تعارف نداره، دیگه این آخر کار. استاد شرفشاهی، مستظر هستید، دیدید میگه دستای گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخه گل دستم بده. این خصلت و شیوه
استاد گلپاس، رفیق 40 ساله من، 45 ساله من، ایشون هرگاه دیگران سعی میکردن که کسی ایشون رو نیاد به تماس بگیره، همه رو کنار میزد، میگفت مردم همه عشق منن، من همه بودنم، حتی در ایران موندنم به خاطر این مردمه، چرا نه؟ همین هفته های گذشته استاد چرفشایی، شخصیت های بسیار مهمی، من اسمشون نمیخوام بگم، که استاد دیدن در تهران، من خودم که با ایشون صحبت کردم تا آخرین لحظه و دقیقه، ایشون میگفت بگو بیان بچه ها اینجا خونه منو ببینن، بگو بیان منو ببینن، من خوشحال میشم اینا رو ببینم، تو خود اینا گفته بیان ببینم، بچه ها از راه دور میرن در خونه رو وا نمی کنن، بچه ها تلفن میکنن تلفن مشغوله، و به خاطر اینکه همه پزشکان، من مشورت کردم با پزشکان بسیاری، استاد چرفشایی میگن اگر بیمار در قرنطینه بذارینش و با کسی ارتباط نداشته باشه، ذهنش پاک میشه، به فراموشی میرسه، و وقتی به فراموشی رسید مرگش سریعتر میشه. این کار رو با خانم آذر شیوا کرده بودن که من وارد این مبحث نمیخوام الان بشم، توسط دخترشون اینا کار نداریم، دو بار تا مرگ رفت، من آذر شیوا رو نجات دادم دو بار، آخرینش اینه که به شما عرض کردم، آخرینش اینه که با شهردار شهری که ایشون در اونجا زندگی میکنه تماس گرفتم، گفتم میخوانم اگه اینجا باشه میکشنش، این هنرمند بزرگیه، خواهش میکنم، جای خوب، اینا الان در یک جایگاه بسیار خوبی زندگی میکنه آذر شیوا در فرانسه، که هر روز آدم ها دورشن. از اون روزی که اتفاق افتاد آذر شیوا الان یه چیز رو فراموش کرده بود، الان بیادش اومده، استاد گلپا رو که ایزوله کردن الان چند ماهه نمیذارن با کسی صحبت کنم، من به خانمش گفتم، گلی عزیزم، گفتم گلی جان اگر تو خونه کسی رو گذاشتن، باغبون، آشپز که داره این فشار رو تو میاره، تو باید به ما بگی، در غیر صورت هر کی زنگ زد در زد باید بیاد اونجا. سله رحم استاد چرفشایی، یعنی دیدن یاران و خیشان که اسلام هم ازش استفاده میکنه، یک شیوه و کار آریایی ایرانی است، یعنی شما باید دیدار کنید، کار کنید. شما استاد چرفشایی ببینید، هر شخصیتی که کار تلویزیونی، رادیویی یه کاری داشت میکرد، تا بازنشست نمیشه، تا از کار میفته، دیگه کارشو که دنبال میکرد نمیکنه، میمیره. چرا؟ چون این نشاطی که داره از بین میره. الان اکبر گلپا رو از نشاط گرفتنش، بایستی ما این نشاط رو بهش بدیم، بایستی با مردم تماس داشته باشه، مردم گلپا رو دوست دارن. مردم اگر به شما رفتید در خونه گفتن که راتون نمیدیم، خوابه، ویدا، به دروغ به شما میگن، هر چی بگن دروغه. شما به زور بایستی برید هر روز در خانه گلپا فریاد بزنید گلپا دوست داریم، و برید اگرم تو تخت خوابیده دورش حلقه بزنید، بوس راه دور، صحبت، این زنده میمونه، و اون توطئه‌ای که رژیم داره که میخواد با اکبر گلپا یه بازی جدید در بیاره تا بهمن ما رو از بین ببره. من استاد چرفشایی اینجا میخوام از یه شخصیتی، ملت ایران به گلپا مهرورزی کرده، من خودم باهاش تمام دنیا رو سفر کردم و در همه جا دیدم، از اروپا و ونکوور و کانادا و امریکا دیدم، چقدر این انسان بزرگ رو دوست دارم، چقدر بهش علاقمندم. من میخوام ولی به عنوان ارمغان از یک نفر ببیشه یک سپاسگزاری ویژه بکنم، چون این یک نفر اسپانسر شد و یک برنامه بسیار بزرگ، خوب و زیبایی در بزرگداشت گلپا در لس آنجلس برگزار کرد، آقای معینی عزیز، گلدلاین هم. من از معینی عزیز بسیار سپاسگزارم، چون این کاری که اون سال نیم کرد، اسپانسر شد، اون بزرگداشت رو برگزار کرد، جایزه و نشان طلایی رو به گلپا دادن، خودش به من گفت آقای شرفشایی، چون من با گلپا می نشستیم و یک بطر چیزی را اگر میزدیم، همه چیزایی که نبوده بوده با هم میگفتیم، خاطرات زیاد دارم، میگفت اوستا این کاری که شد من دوباره زنده شدم. معینی عزیز ازت سپاسگزارم به خاطر این کار. حالا این کار رو در حد توان خودتون مردم ایران شما باید بکنید، باید برید هر روز در خونه گلپا فریاد بزنید که گلپا دوست داریم، گلپا میخواییم ببینیمت، و کسی که به شما جواب رد بده بدون تحت تأثیر اهریمنان هست، حتی اگر نزدیکترین فرد بهش باشه. این تقاضای من از مردم سرزمین آزاده و دلیر ایرانی که گلپایی که تا امروز مقاومت کرد، تا امروز دیدید چی خونده، اجازه ندیم که در قرنطینه از ما بگیرنش. استاد چرفی بله این خواهش میکنم
در ایران میدونین که یکی از اقدامات این رژیم پیشرفت در دزدی است از اموال عمومی، ولی یک نکته دزدی خیلی بزرگ و جالب اینه که دکل نفتی بابک زنجانی رو دزدیدن. یعنی این دکل به این بزرگی که الان پشت سر شما هم نمونهش از مال فرانسه است، این همین هاست. این دکل رو دزدیدن و ازشان بردن، معلوم نیست کجا بردن و به مردم هم توضیح ندادن که این دکل کجا رفت. بله استاد شرفی، یه نکته دیگه که خیلی جالبه باید هموطنان ما بدونن تا این بازی های رنگارنگ جهان استعماری رو استعمار نو رو بشناسن، این یارو عبدالله، امیر عبداللهیانه. این امیر عبداللهیان دیروز صحبت کرده و یه راز مهمی رو، اینا خرن دیگه، حتی که دیپلمات اینا که چیز نیستن، یه رو مترجم بودن شده وزیر خارجه، یک راز مهمی رو، حالا یا عمدن یا سهون، اگه عمدن بوده که خب، اگه سهون افشا کرده، اون اینه که میگه وقتی که اینها قاسم سلیمانی رو کشتن، خود امریکایی ها به ما گفتند که آقا شما، ما بهتون میگیم که انتقام رو چجوری از ما بگیرید، انتقام رو ما خودمون پلان رو بهتون میدیم، میگیرید، زدید، انتقام تموم شد، دیگه استاپ کنید، دیگه با ما کاری نداشته باشید. بعد این اسده که اینا زده بودن که خالی بوده، هیچی هم توش نبوده، یه پایگاه نظامی بود که آمریکایی خالی تخلیهش میکنن، اینا میرن رو میزنن که انتقام گرفتیم، انتقام کشتیم، یک پیکر آمریکایی عزیزی رو ما ندیدیم که اینا کشته باشن، از رو بکشن میون، یعنی یک نفر کشته میشه دخل خود خامنه‌ای میخوردن. یعنی این خیلی حرفش آقای شرمشه، این قشنگ، این امیر عبداللهیان اومده خودش، یعنی اینا رژیم اصلا به صفر، به هیچ بنده، خودش اومده یه راز بزرگ تاریخی رو که آقا آمریکایی‌ها خودشون گفتن به ما انتقام بزرگ، ما خودمون میگیم بزنید، وقتی زدید تموم شد دیگه ول کنیم. عجب دنیایی های شرمشه اینجوری تو. این رژیم جمهوری اسلامی همطور که اسد علی هم گفت خیلی ناراحت از توسعه روابط اسرائیل و کشورهای عربی، و در حال حاضر اسرائیل با تمام کشورهای عربی منطقه رابطه برقرار کرده، و البته سید علی خامنه‌ای دیروز گفته که این یک کار اشتباهیه که به زودی شما متوجه خواهید شد، ولی متوجه میشن که موقعی که تجارت و بازرگانی و اینا توسعه پیدا میکنه، کشورها پیشرفت بیشتری هم میکنه، به ویژه که اسرائیل همیشه تلاش داره از نظر اقتصادی و کشاورزی در کشورهایی که حضور پیدا میکنه اونجا گامهای اساسی برداره. حالا این مسئله توسعه روابط، اینی که رابطه تهران و قاهره برقرار شده و اینا تمام کشورهایی که دشنام میدادن باشون اختلاف داشتن، بعد ویرا میگفتن، اما یکی شما همین مصر بود که حالا رفتن و این سید علی خامنه‌ای هم گفت آقا گام مثبتیه، بسیار خوبه، باید با همه این کشورها رابطه، تازه فهمیده که باید با همه کشورها رابطه برقرار شد. بله آقای دکتر. بله استاد چرفشایی، البته مستحضر هستید که اسرائیل سالیان سالی که با عربستان سعودی ارتباط داره، چون من گفتم این محمد بن سلمان پسر خیلی خوبی، من میشناسمش از نوجوانیش، 15-16 سالگیش، اصلا این کلن معتقد بود که، یعنی 25 سال پیش معتقد بود که اسرائیل قوی ترین فکر روی کره زمینه، یعنی مجموعه اسرائیل قوی ترین فکره. شما الان در نظر 15-16 ساله بود، اعتقادش بود، باورش بود. برای همین هم هست که اسرائیل روابط اقتصادی و مشورتی و حتی وکلای اینها در خارج رو از قدیم داشت. الان دیگه این دید که همه چیز تقریبا روبرا شده، جمهوری اسلامی هم خم شد جلوی اینا، رسما اینا اعلام کردن. چون انگلیس بود که به اسرائیل رأی نداد به تشکیل دولت اسرائیل، تنها کشور انگلیس بود. سرفتی میشم خدمت شما عرض کردم، اگر هم مخالفتی میشه با اسرائیل در منطقه و جهان، این کار انگلیس هاست. آخونده هم از سرتاپای هیکل و تاریخشون انگلیسی هست. اصلا انگلستان اینا ساخته، من در کتاب
من با خدا رقصیدم و بیداری و خیرگیری نوشتم 35 سال پیش که چجوری اصلا آیت الله رو اینا درست کردن، واجد حجت الاسلام و انگلیس رو درست کردن، جنگ و ضدیت کاذبی هم که به نام ایرانی با اسرائیل ساختن برای انگلیس هست، انگلیس رو خواستن، وگرنه دنیا الان با صلح و آرامش باشه به مراتب بهتر هست و اسرائیل اینا هر چی مخورن از اسرائیله، چشمشون رو میرن عمل میکنن اسرائیلیه، گوشی تو دستشونه اسرائیلیه، هر چی آب میخورید شما مال اسرائیل قوم یهود یا اینو بمیرید از حسادت، خودتون خیلی هستید این حسادت خیلی مسئله مهمیه، آقا از حسادت بمیرید، این یه قومیه که ذکاوت داره، زیرکی داره، کار میکنه، پشت کار داره، اینا روز 18 ساعت کار میکنن و همیشه خلاقیت آفرینندگی دارن، آفرینش میکنن، چیز میافرینن، شما هر چی دورت براتون هست اینا آفرینن، شما میگیرید میخوابید، سینه میزنید، زنجیر میزنید، 17 بار در روز قنبل هوا میکنید و فکر میکنید اون دنیا هم که میرید شما میرید بهش، اینا بهش رو همینجا هم برای خودشون ساختن هم برای دیگران دارن میسازن، تا دیگه هم آقای شرفشاهی یه چیزی مد شده اینا، چون میدونن بعضی جاها ضدیت با یهود جرم هست میگن ما ضد اسرائیلیم، آقا به تو چی که تو میخوای ضد اسرائیل بشی، خود مردمش اونجا دموکراسی هست، روز چندان هزار نفر تظاهرات میکنن از اون بر موافقت هست، به تو چه ربطی داره اسرائیل؟ هم آقای شرف داریم هر چیزار خورده ای سال با همه دشمناش جنگیده، دشمنه نابود شده، اینا موندن و بعد انگلیس هم خودش الان سربزیره، فقط میاد این اراذل اوباش روحانیت رو ساخته و بعد نوعی حسادت، این رو به شما بگم های شرف شدید، اینهایی که ناخواسته ندانسته با مثل فلسطینی ها رفتار میکنن، با یهود مخالفت میکنن، ایرانی ها رو میخوام بگم ها، اینا همون اهل تبار تازی هستن که وگرنه اصل و ریشه یهود، من گفتم همه اسمای اینا که شما ببینید مال ایرانه، اینا دریای کاسپیان خزر و از زمان ایلامیان در شوش مستقر شدن، بعد از اونجا مهاجرت کردن به جای دیگه، حتی آدم در شوش هست که با حوا تبعیدش میکنن به صحرای سینا، اینو من در جزوه کوچکی نمایشنامه افسانه ها نوشتم، حتی خود آدم که 5700 سال پیش به دنیا اومده با حوا ایرانیه، 33 تا قبر پیغمبرای یهود تو ایرانه، اینا ایرانی هستن، مردم به هوش باشین، ضدیت با یهود یه کار انگلیسیه، به جایی که اعراب رو با شما نشون بدن، همین آرامگاه فیروز که امروز این عزیز رو به خاک سپردن، فیروز همون پیروز کسی که خلیفه تازی رو کشت، اینا رو از شما پنهان میکنن، بعد دشمنی با اسرائیل برای شما میافرونن کاذب. بسیار ممنون از شما، مثل هر هفته مطالب جالبی رو مطرح کردیم و بینندگان ما استفاده کردن، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاس استاد چرخشایی، مرسی از کارگردان برنامه، بدرود تا درود دیگر به قول شما. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقزدوست، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.